برای کمک به افرادی که زانوی ضربدری یا انحنای زانو به سمت داخل رو دارن، دیدن این ویدیو خیلی واجبه. سلام به همه شما اکسرسایزی ها. من مینا، مربی و داور رسمی فدراسیون ورزش های همگانی. منم مرجانم، مربی فیتنس و تیاریکس. فاصله بین دو قوزک داخلی پا 1.5 سانتی طبیعیه و ناهنجاری به حساب نمیاد. اما اگه بیشتر از این اندازه باشه، والگوس یا همون زانوی ضربدری نامیده میشه. اختلال زانوی ضربدری عارضه‌ایه که زانوها به همدیگه نزدیکن و با همدیگه در تماسن، ولی ساق پاها از همدیگه دورن و از همدیگه فاصله دارن. این مسئله معمولاً در کودکان دیده میشه و در بسیاری از موارد با افزایش سن این قضیه بهبود پیدا میکنه. اختلالات متابولیکی استخوان‌ها و ژنتیک از جمله عوامل مؤثر در ضربدری شدن زانوهاست. چاقی و اضافه وزن، آسیبای زانو و بیماری‌هایی که پا و زانو توی اون درگیره، مثل آرتریت و همینطور کمبود کلسیم و ویتامین د هم میتونه احتمال زانوی ضربدری رو زیاد بکنه. درمان زانوی ضربدری به شدت بروز این اختلال بستگی داره. بعضی از تمرینات ساده و حرکات کششی میتونه به فرد کمک کنه. در موارد خیلی شدیدتر ارجاع به فیزیوتراپ برای درمان زانوی ضربدری پیشنهاد میشه. به نظر شما ورزش، تمرینات ساده و کششی چقدر میتونه به فرد توی برطرف کردن این زانوی ضربدری کمک کنه؟ حتما توی کامنت برای ما بنویسی. اگه تازه توی کانال ما اومدی، ممنون میشم اگر که روی دکمه سابسکرایب کلیک بکنی تا ویدیوهای جدید ما رو از دست ندی. توی این تمرین کف پاها رو به هم میچسبونیم و اسم حرکت قورباغه نشسته است. به این حالت که مینا داره انجام میده، هر بار زانوها رو به سمت زمین کشش میدیم و برمیگردونیم سر جاش. 10 تکرار رو انجام بدین و 3 مرتبه تکرارش کنین. توی این تمرین به این صورت که مرجان نشسته، پاها رو باز میکنیم و بالا تنه رو به سمت جلو میکشیم. هدف از این کار اینه که عضلات داخل ران و عضلات نزدیک کننده ران کشیده بشن تا مشکلتون برطرف بشه. 10 تکرار رو انجام میده مرجان. شما 3 بار دیگه این 10 تکرار رو ادامه بدین. توی این تمرین به پهلو میخوابیم و هر بار زانو رو از زانوی دیگه جدا میکنیم و دور میکنیم. کشش و رهاش میکنیم. این تمرین رو هم 10 مرتبه انجام بدید و 3 مرتبه تکرارش کنید.
سمت دیگه همون حرکت رو انجام میدیم. سعی کنیم پاها به هم چسبیده باشه و فقط زانو از زانوی دیگه دور میشه، به همین صورت که مینا انجام میده. توی این تمرین به صورت تاغواز میخوابین، پشت روی مته و پاها رو از بالا به سمت طرفین باز میکنین. عضلات نزدیک کننده ران باید کشیده بشن. 10 تکرار رو حتما انجام بدین. سعی کنین هر روز انجام بدین و 3 بار این 10 تکرار رو ادامه بدین. تمرین بعدیمون به این صورته که کف پا رو به هم میچسبونیم، به پشت میخوابیم روی مت و هر بار زانوها رو از هم دور میکنیم و باز میکنیم پاها رو. عضلات داخلی ران کشیده میشه و این 10 تکرار رو انجام بدین تا مشکل زانوی زبدریتون از بین بره. 3 بار 10 تکرار رو ادامه بدین. هر روز این حرکات اصلاحی رو با ما انجام بدین.